بیا مامان بزرگ، بیا بیا. این عاشقای دلباخته چیکار کردن؟ از خونه رفتن بیرون، دارن با هم حرف میزنن. مامان بزرگ، به نظرت اون پسر واقعا دوست پسر کمروهه؟ اگه اون واقعا دوست پسرش باشه، پس یعنی این که من هنوز کمرو رو نشناختم. انشالله که اینطور نیست، حرف بزنن و با هم آشتی کنن. آفرین، خیلی زرنگی. بگو ببینم چجوری رازیش کردی. یعنی هیچی نمونده بود که نگفته باشم، تموم سعیمو کردم، بالاخره رازیش کردم. آفرین به تو، آفرین. آی بذار اونا یه بار با هم صحبت کنن، همه چی درست میشه. مامان بزرگ، داداشم کمرو رو خیلی دوست داره. میدونی من هیچ وقت اوزانو اینجوری ندیده بودم. آره دخترم، منم همینطور. مخصوصا بعد اون قضیه. داداشم هیچ وقت عاشق نشده بود، انگار قلبش یخ زده باشه. همیشه با یه دختر بود اما هیچ کدومشون رو دوست نداشت. نمیدونم چند نفر بودن، یادم نمیاد. آره عزیزم، حق با توه. بعد از اومدن کمرو داداشم کلن عوض شد، شد یه آدم دیگه. چه میدونم، شب و روز فقط به کمرو فکر میکرد، چشاشم به جز اون کس دیگه ای رو نمیدید. خب کمروه دیگه، حال هر کیو خوب میکنه. اگه میتونستم این موضوع رو به همه میگفتم. آیی بذار اونو با هم یه بار آشتی کنن، اون موقع همه چی درست میشه انشالله. انشالله مامان بزرگ، وگر نه ممکنه داداشم قلبش دوباره بشکنه. الو تانجای، اومدم بیرون داداش. بگو چی شده؟ کمرو خانم با اوزان از خونه اومدم بیرون داداش. تو چی میگی؟ تعقیبشون کن. چشم داداش، تعقیبشون میکنم. ببین منو، انگار عقلش نیومده سر جاش. میدونی باید چی کار کنی؟ نه میدونم داداش، حلش میکنم. باشه، آفرین پسر، آفرین. قطع کن، قطع کن. چی شده؟ اوزان و کمرو اومدم بیرون، دارم با هم قدم میزنم، ولی پشیمونشون میکنم. چرا؟ مگه میخوای چی کار کنی؟ به تو ربطی نداره. شیرینی ما آماده است؟ شیرینی رو ولش کن، جواب منو بده. بگو میخوای با کمرو و اوزان چی کار کنی؟ مثل دیوونه ها نگاه نکن، یه چیزی بگو. چی کار کنم؟ این محمد نیست؟ دارم درست میبینم؟ آره، متاسفانه. پس به خاطر همینه که با هم قهرین، مگه نه؟ لباس عروسی بهونه بود. دیمه تو محمد، اصلا باورم نمیشه. منم باورم نمیشه. من واقعا نمیدونم چی شده. دیمت، بگو ببینم چی شده. صدای نهان خانم بود. حتما اتفاقی افتاده. منو ببین. امیدوارم پشت این قضیه تو نباشی الیف. حالا افتادم سر زبونا، هر چی شد میندازن گردن من. تو خیلی وقت افتادی سر زبونا، اما خیلی خوب بلدی گندکاریاتو چجوری جمع کنی. با تو هم دخترم میگم، این چیه؟ تو با محمد رابطه داری؟ آره؟ اینجا جای قشنگیه. میدونستم خوشت میاد. خوشم اومد. خب من وقتی احساس تنهایی کنم میام اینجا، با درخت ها حرف میزنم. فقط این دفعه خواستم با تو حرف بزنم.
اوزان ببینم کمرو تو خوبی؟ چیزیت که نشد؟ خوبم تو حالت چطوره اوزان؟ خوبم من خوبم آروم باش چیزی نیست خدایا اون چی کار میکرد؟ دیدی که کم مونده بود ما رو زیر بگیره باشه نترس آروم نترس چیزی نیست آه. چی شده؟ پام پیچ خورده درد میکنه خیلی درد میکنه میتونی پاتو بذاری رو زمین؟ میتونم پامو بذارم زمین ولی درد میکنه اوزان چی شده حالتون خوبه؟ تو اینجا چیکار میکنی صدف؟ من اومده بودم یه هوایی بخورم بگو ببینم شما اینجا چیکار میکنی؟ یه ماشینه میخواست ما رو زیر بگیره مستقیم اومد که ما رو بزنه چی میگی؟ مطمئنی؟ کی این کارا کرده؟ نمیتونم اون همون ماشین بود کدوم ماشینو میگی؟ یکی از ماشینایی بود که چند وقت پیش پیشی جلومو باعث شد تصادف کنم پشت اون ماشینم دقیقاً یه برچسب مار بود بازم همون ماشین بود یعنی یکی قصد جون تو کرده آره؟ واقعا میخواین تو روز روشن بکشنت؟ نکنه همون یارویه که دیروز تو خونه دردسر درست کرد چی شد کمرو؟ تو حالت خوبه؟ موچه پام هنوز درد داره بشینین تو ماشین که برسونمتون بیمارستان نه به بیمارستان نیاز نیست خب کی این کارو باهات میکنه اوزان؟ ها؟ اگه بریم کلانتری میتونیم بفهمیم بریم کلانتری چی بگیم؟ من که پلاکشو نگرفتم مشخصات ماشینشو بهشون میدیم همه چی رو تعریف میکنیم بعدش هم اینجا دوربین امنیتی داره اینجوری میفهمیم کی این کارو کرده باشه بیا بریم ولی اول باید تو رو برسونم خونه باشه تو یکم استراحت کن نه من حالم خوبه من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم اوزان آره شاید یکی واسه شهادت لازم باشه بهتره با هم بریم باشه بیاین بریم یالا اوزان تو حالت خوبه؟ درد نداری نه؟ من خوبم صدف من چیزیم نشده یالا بریم دیگه وای عزیز دلم حتما یکی تو رو چشم زده عکسی که گذاشته بودم نه همش بعد اون شد همه در مورد ما حرف میزنن معلومه که چشممون میزنن یالا صدف یالا برو من میشینم پشت فرمان جات خوبه حرف بزن دخترم پس چرا ساکتی میشه توضیح بدی این یعنی چی؟ دیمت اینجا محمد داره میبوستت این فیلم یعنی چی؟ ببینم کدوم فیلم چی شده تو دخالت نکن من که چیزی نگفتم آبجی فقط پرسید ساکت ببین دخترم یه چیزی بگو این کارا یعنی چی ها رابطت با محمد از کی شروع شده بگو چی؟ نه بابا محمد و دیمت با همن اینم زیر سر تو مگه نه الیف همه اینا نقشه ای توه منظورت از این حرف چیه؟ هرچی میشه فکر میکنی کار منه در ضمن من تازه از رابطه شما دوتا با خبر شدم هیچ رابطه ای بین من و اون نیست فهمیدی؟ دیمت خب پس توضیح بده این چیه دیمت؟ این چیه؟ آیدا خاله نهان این فیلم چجوریه میشه ببینم؟ الیف دخترم تو یه لحظه چیزی نگو آروم باشه خاله نهان خفه میشم ولی باید یه بار ببینم آخه اون داره بهم تهمت میزنه الیف بهت گفتم دخالت نکن ساکت اینا همش نقشه توئه تو هم دستت با محمد توی یک کاسه است اون فیلمو تو گرفتی عوضی آی چی کار میکنی بلش کن بلش کن بلش کن بلش کن بلش کن خوش اومدی بابا جان ممنونم دخترم امروز خیلی خسته شدم قنچه فقط باقلوا خستگی مو رفع میکنه گذاشتی تو فر
بوش نمیاد. چون هنوز کسی باقلوا درست نکرده. این موقع از کجا اومدی خیر باشه؟ امروز یه چند جایی کار داشتم. یه بارم رفتم شرکت. مامانت اومده؟ بقیه کجان؟ مامان بزرگه. من کافی نیستم. باشه شاید بلد نباشم باقلوا درست کنم، اما بوس بلدم. شاید به درد بخوره. بیا امتحانش کن. به درد نخورا تو، خاک تو سرت. همه جا رو پر از روغن کردن. ای خدا. مامان جون چطوری؟ حالت خوبه؟ خوبم پسرم. داشتم این برنامه رو میدیدم. تو هم ببین، هیچ کدومشون به گرد پای کمرو هم نمیرسه. به خدا. ما کمرو کجاست؟ با اوزان رفت بیرون. چی؟ اونا کجا رفتن؟ من بهشون گفتم که با هم نپرن. ای بابا صدا تو بیار پایین. رفت بازار تا یکم خرید کنه. انقدر داد و بیداد نکن. من بهش گفتم بره. مگه خرید کار اونه مامان جون؟ ببین فقط چون تو دوستش داری اینجا مونده، وگرنه من خیلی وقت پیش اخراجش میکردم. اون دختره چه گناهی درایی؟ تو وقتی گیر بدی ول نمی کنی حمیدا. راست میگه بابا، اون چیکار کرده بود؟ دیگه چیکار کنه؟ پای آدمایی ول کرد و به اینجا باز کرده. به تو فنا میبرم خدایا. چطوری میشه یکیش نناخ با آدمای دور و برش؟ من باز میکنم. خاک تو سرتون. چی؟ روزتون بخیر. تو چرا دوباره برگشتی؟ بهتون سلام کردم خانم کوچولو. گفتم روزتون بخیر. آقا حمید لحظه وقت داره؟ نه. کی اومده دخترم؟ تو اینجا چی کار داری احمق؟ من باید نگفتم نه اینجا. خواهش میکنم آروم باشین. من اگه اومدم اینجا قصد بدی ندارم. من اومدم واسه معذرت خواهی. ولش کن. آروم باش. میدونم همش زیر سر توئه. من رفته بودم خونه محمد که پولو بهش بدم، ولی پول سر جاش نبود. این نقشه ای تو بود مگه نه؟ میدونم منو تعقیب کردی، اون فیلمو تو گرفتی، وگرنه چطور ممکنه؟ تو عقلتو از دست دادی؟ من چرا باید تعقیبت کنم؟ آیدا میشه یه چیزی بگی؟ بگو من این کارو نکردم. آیدا ببین منو به چه روزی انداخته؟ همش نقشه تو بود. همه اینا زیر سر توئه. عوضی بگو. دیمت دیگه علکی به کسی تهمت نزن. الیف وای خدا. الیف آبجی جون حالت خوبه؟ دستم خیلی درد میکنه آبجی. تو از جون من چی میخوای؟ وقتی کار کثیفت آشکار میشه به من حمله میکنی؟ من چی کار کردم؟ هنوزم داری زر میزنی؟ دیمت کافیه. دیمت کافیه. برو بشین اونجا. دیمت بشین اونجا. برو بگیر بشین اونجا. تو این فیلم الیف نیست، تویی. محمد داره تو رو میبوسه. این کار یعنی چی؟ زودتر توضیح بده. یه چیزی بگو دیمیت. از اونجایی که این کار نمی کنه، حتما یه اتفاقی افتاده. نمیگه به جای حمله کردن به من بهتر نیست حقیقت رو بگی؟ عوضی الیف تو ساکت شو دخترم. الیف پاشو بریم دیگه. من از جام تکون نمیخورم. دیمیت لطفاً به هم بگو این فیلم ها واقعیت داره یا نه؟ واقعیت. من خیلی خجالت میکشم. چرا کاری کردی که خجالت بکشی؟ ها؟ این خیانت تو دونه بدونه تعریف کن. همین الان. راستش من خیلی معذرت میخوام آقا حمید. خاله جون شما حالتون چطوره؟ تا قبل دیدن تو خوب بودم. این دیگه چه حرفیه خاله جون؟
من با شیرینی اومدم اینجا که بتونیم با هم حرف بزنیم. شما که دیگه منو میشناسین، یادتون میاد؟ وقتی خونه آبجی فاطمه بودین با من آشنا شدین، فراموش کردین؟ متاسفانه. منو نگاه. همون موقع هم ازت خوشم نیومده بود، الانم خوشم نمیاد. معذرتتم قبول نمی کنم. غنچه، پاشو منو ببر تو اتاقم دختر. باشه مامان بزرگ. مواظب خودت باش مامان. باشه. میدونین خاله جونم، منو اشتباه درک کرده. شما منو ببخشین آقا حمید. واقعا نمیخواستم برای شما مشکلی درست کنم، ولی وقتی موضوع کم رو در میون باشه نمیتونم خودم رو کنترل کنم. تو خیلی کمرو رو دوست داری؟ بیشتر از چیزی که فکر کنی. به خاطر اون کنترلم رو از دست دادم. من کمرو رو خیلی دوست دارم آقا حمید. به خاطر همین با پسرتون دوام شد. من نمیتونم تحمل کنم کسی رو کنار کمرو ببینم. وقتی کمرو رو کنار اوزان دیدم یه دفعه... اسم پسر منو به زبون نیار. ببخشی نمیخواستم ناراحتتون کنم. معذرتو این دارم پسر کنار. خوب به حرفم گوش بده. اگه یه بار دیگه به خانوادم، به خصوص به یکی از بچه ها سعی کنی نزدیک بشی، کاری میکنم که پشیمون بشی. فهمیدی چی گفتم؟ آره فهمیدم آقا حمید. وقتی رفتم پولو به محمد بدم، پول سر جاش نبود. هایدو خودت که میدونی. قضیه پول چیه؟ محمد به دیمیت یه چک داده بود به خاطر بدهیش. صاحب خونش هم چکو پیدا کرده و نقد کرده. یه لحظه، محمد به خاطر دادن بدهی تو بهت پول قرض داد؟ من نمیتونم بفهمم با محمد چه رابطه ای داری که برای بدهی تو چک میده. اینجور نیست. اون وقتایی که از آیدا جدا شده بود، یکی دوبار اومد سراغم. وقتی اوزامو دید خواست به هم کمک کنه، ولی من قبول نکردم. بعد چکو گذاشت و رفت. نه تو رو خود قبول میکردی دیگه. خیلی خوب ادامه بده. بعد از یه مدت تیومان از این موضوع خبردار شد. چی؟ تیومان با خبر شد که محمد بهت پول داده، حتما خیلی ناراحت شده. بعدش چی شد دیمیت؟ پول که حاضر شد تیومان دادش بدیمت به خاطر اینکه بره و بدهی محمد رو بده، ولی بعدش نمیدونم چی شد که وقتی اون پولو گرفت گمش کرد. بعدم دیمت منو متهم کرد، گفت تو پولو دزدیدی. محمدم به خاطر ساعت باباش تو رو متهم کرده بود الیف. جایی که آتیش نباشه دودم بلند نمیشه. ولی خاله نهان، پاشو زود باش. داری چی کار میکنی آبجی؟ یه لحظه بایستا. زود باش برو را بیافت. دیمت سوال منو جواب بده. وقتی که آیدا و محمد با هم بودنم رابطه داشتین یا نه؟ اصلا همچین چیزی نیست نهان خانم. همچین چیزی نیست. مگه نه دیمت؟ حرف بزن. وقتی نیست پس بگو چرا محمد تو رو بوسید. یه دفعه بوسی. یعنی تیومان پولو جور کرده؟ من فکر میکردم که قراره من و تو این حسابو تو تنهاییمون ببندیم. منظور چی؟ خودت میدونی من چی میخوام بگم. فکر میکنی متوجه حسی که به من داری نشدم؟ کدوم حس؟ چرا چرت و پرت میگی؟ هیچ رابطه و حسی بین من و تو نیست، فهمیدی؟ هر جور حساب کنی من و تو هیچ وجه مشترکی نداری محمد. مطمئنی؟ آره. پس چرا من اینجوری متوجه نمیشم؟ چرا برای من جوری به نظر میرسه که انگار تو هم منو میخوای؟ برو کنار محمد، پولتو بگیر و از اینجا برو. تو از چیزی که من فکر میکردم من وحشتناکتری. پول نیست، من گذاشته بودمش همینجا. چرا نیست؟ با دستای خودم گذاشته بودم. ای بابا، یعنی اون پول اینجا نیست؟ یعنی گفتی محمد که با هم دیگه تنها باشیم. محمد برو کنار. وقتی
وقتی نتونستم پولو پس بدم گفت یه جور دیگه با هم حساب میکنم. اوزن جواب نمیده؟ نه جواب نمیده. آی یعنی با هم دیگه حرف زدن؟ خدا میدونه با کمرو چی کار کردن. به خدا از نگرانی دارم میمیرم. نمیدونم، بذار جواب بده. ولشون کن، شاید الان دارن حرف میزنن. به هر حال وقتی اومدن به من خبر بده. باشه, باشه. من برم یکم استراحت کنم. بیا. آی وقتی اومدن کادوی کمرو رو بهش بدم. اگه یادم رفت تو یادم بنداز. بپوشه که محو زیبایی و قشنگیش بشه. باشه مامان بزرگ، استراحت کن. ممنونم دخترم، برو. باشه. چی کار کردین عزیزم؟ رفتیم اظهاراتمون رو نوشتیم، ولی از شانس بدمون اونجا دوربین امنیتی نداشته. حالا گفتن از خیابونای دور و بر شروع میکنن. ببینیم دیگه. قنچه چند بار زنگ زده؟ حتما به خاطر اینی که با هم اومدین بیرون نگران شدن. من الان بهش زنگ میزنم. باشه. فکر کنم به یه توافقی رسیدیم. تو به خانواده مخصوصان بچه هم به هیچ وجه نزدیک نمیشی پسر. با کامرو هر کاری میخوای بکن، وگرنه این بار جور دیگه ای باد رفتار میکنم. فهمیدم آقا حمید، شما منو ببخشین دیگه. داداش چی کار کردین؟ کجایین؟ فعلا تو کلانتری. چی؟ باز چه اتفاقی افتاده؟ اوزان ببینم اتفاقی افتاده؟ نه ترس بابا، ولی باید یه چیزی رو بهت بگم. خب یه باشین میخواست که ما رو زیر بگیره. ما اومدیم کلانتری گزارش بدیم. کامران هم باید بوده مگه نه؟ آره، مگه چی شده؟ بگیر دختران. الو داداش. بگید منو بخشیدین که خیالم راحت بشه. آقا همین میذاشتی یه سیلی تو دهن اون دیمت میزدم، دختره عوضی رو. خیلی وقت دلم از زندگی سیاه کرده. الیف ساکت، اونا در خونشون رو به روت باز کردن. به جای اینکه ازشون تشکر کنی داری باهاشون دعوا میکنی. تقصیر خودشه، در ضمن اینجا که خونه اون نیست، خونه آیداس. تازه تیومان میخواد اینجا بمونم. به اون چه؟ تیومان چرا باید بخواد اینجا بمونی؟ اون بیچاره فقط داره بهت کمک میکنه. من وسایلمو جمع کردم برم. گفتم من میرم دیگه. تیومان دستمو گرفت و گفت نرو. وقتی از چیزی خبر نداری حرف نزن. منو ببین، بهتره اشتباه درک نکنی. همینجوری الکی حرف نزن. اون آدم فقط خواسته کمکت کنه. خوب گوش کن، هیچ کس نباید از گذشته با خبر بشه. فهمیدی؟ آخه تو چرا انقدر ترسیدی آبجی؟ باشه باشه، آروم باش. فعلا این اتفاق نمیفته. این اتفاق نمیفته؟ دختر تو اینقدام راحت نیست. به خودت بیا، هیچکی نمیتونه رو من دست بلند کنه. تو یادت رفته من چجور آدمیم؟ متاسفانه یادم نرفته. هیچ وقتم یادم نمیره. بقیه که بزرگ میشن یکم سر عقل میان، ولی تو اصلا آدم نمیشی. راست میگی، حتی تیومانم تغییر کرده. آره همینطوره، ولی تیومان قبلی خوشحالتر بود. اگه قرار باشه اونجور که مردم میخوان زندگی کنی، منو ببخش آبجی جون، من خوشحال بودن رو ترجیح میدم.
خدای من. دیمت، دخترم تو مطمئنی محمد همچین چیزی بهت گفت؟ این دیگه چه حماقتی خدایا، این چه جور تربیتیه؟ آخه من محمد از وقتی بچه بود میشناسم، چرا باید اینو بگه؟ واقعا همینو گفت، متاسفانه دقیقا همینو گفت. نهان خانم به هم نزدیک شد و بعدش خودتون تو فیلم همه چیزو دیدین دیگه. یعنی این کارو محمد به زور انجام داده همینطوره؟ خب آره دیگه آیدا، تو مگه به من اعتماد نداری؟ نهان خانوم کجا میرین؟ میرم باهاش حرف بزنم. آبجی نهان داریم میریم؟ تو برو سمت خونه، منم بعدن میام، یه کار کوچیک دارم، باشه؟ نهان خانوم صبر کنین با هم بریم. تو محمد راستشو بخوای خیلی به هم میایین. خفشو عوضی. ساکت دختر، کافیه دیگه، کافیه. ببین دیمت که نه، ولی من حالتو میگیرم. چیه؟ چیز بعدی نگفتم، به هم میان دیگه. خدای خودت به هم صبر بده، از دست تو. بابا چرا این کارو کردی؟ چرا زدیش؟ ولش کن، ولش کن، برو بالا، برو ولش کن دیگه. ولی بابا گفتم برو بالا. خوچه آقا حمید، چرا این کارو کردی؟ من اومدم ازتون معذرت خواهی کنم، ببینم آخه این حقم بود؟ یکم پیش یه نفر خواسته پسرمو با ماشین بزنه، الان به خاطر گزارش دادن رفته کلانتری. کار تو بوده مگه نه؟ من با شیرینی اومدم خونتون برای معذرت خواهی، کار من نبوده. راستشو بگو، آدمای مثل تو رو خوب میشناسم. دلت آروم نگرفت؟ سگاتو فرستادی به جون پسرم مگه نه؟ میگم کار من نبوده. تو هم به جای اینکه منو نصیحت کنی با پسرت حرف بزن. بابا جون پسرتو با عشق من چی کار داره؟ پسرت خجالت نمیکشه با ناموس مردم میره بیرون؟ بهم ثابت کن کامرو ناموسته. چطور؟ برو با شخص کن قالو این قضیه رو بکن. نهان خانم، نهان خانم، لطفاً آروم باشین. یه راه دیگه پیدا میکنیم، با محمد روبرو نشین، یه وقت درد سر درست نشه. مشکل اصلی وقتی درست میشه که تیومان از همه این اتفاقات با خبر بشه، متوجه نیستی؟ این دفعه یه قسلا میفته گردن تیومان، وقتی به فهمه هیچ کس نمیتونه محمد رو نجات بده. آیدا، خیلی ازت معذرت میخوام. باور کن من نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. باور کن من واقعاً بیگناهم. آخه چرا اینو بهم نگفتی دیمت؟ چرا همون اول همه چی رو برام تعریف نکردی؟ آیدا من تیومان زنگ زده. جواب بده، اگه جواب ندی نگران میشه. الو عزیزم. عزیزم الان تو ماشینم، تا چند دقیقه دیگه هم پرواز دارم. به دیمت هم بگو حسابش با محمد تسویه شده، در جریان باشه. محمد دیگه نمیتونه الکی الکی با چرندیاتش ناراحتش کنه. باشه باشه عزیزم، تو خودتو ناراحت نکن، برو به سلامت. عزیزم تو حالت خوبه؟ صدات یه جوریه. خوبم عزیزم. چیزه، من بیرونم دارم قدم میزنم، هوا سرده به خاطر اونه. خیلی خوب، پس مراقب خودت باش. خداحافظ، دوستت دارم. منم عزیزم، منم خیلی دوستت دارم. قبل از این که تیومان بفهمه باید این مسئله رو جمع کنیم. حتما خیلی شوکه شدی. میگم که برو با کامرو عقد کن که همه یه نفس راحت بکشن. رو چشم، نوبت اونم میرسه آقا همین. بابا هنوز تموم نشده؟ تو هم برو دیگه. میره دخترم، میره.
از اینجا میره یه جای خیلی خیلی دور. یه شهر دور از ما یه خانواده کوچیک درست میکنه. درست نمیگم؟ و از اوزان منم فاصله میگیره. اگه پسرتون از کامرو فاصله بگیره، منم از پسرتون فاصله میگیرم. داداشم اومد. اینجا چه خبره بابا؟ ولش کن پسرم. ببینم تو اینجا چه غلطی میکنی؟ در واقع تو بگو با عشق من چی کار داری؟ چه خبره کامرو؟ تو کجا بودی؟ چقدر بهت پیامک دادم، زنگ زدم، تو چرا جواب ندادی؟ ها؟ آه، کافیه دیگه، بریم بیرون حرفاتونو بزنیم. یه سوالی پرسیدم، تو الان تو خونه من چی کار میکنی؟ باشه داداش، آروم باش، یاشار اومده که از بابا معذرت بخواد. کار تو بکن، بعدنم معذرت بخوا. تو با اتفاقی که امروز برای اوزان افتاد رفت داری. اون ماشینو تو فرستاده بودی؟ آدمایی تو سعی کردن که اوزانو بکشن، آره؟ تو چی داری میگی؟ تو دیگه کی هستی؟ هی 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 هی. آروم، سر جاز وایسا. حتما دوست دخترته. ببین چه جوری از معشوقت محافظت میکنی؟ ولی من که از کمرو محافظت کنم عصبانی میشی، اینجوری که نمیشه. بس. یالا یاشار. برو. کمرو. اومدی؟ یالا بیا اینجا دخترم. بعدن باهات حرف میزنم. حرف میزنیم عشقم. یالا یاشار، یالا برو. خدای من. باز نمی کنن. فکر کنم خونه هستن ولی... خدای من. نکنه نمیشنون. ایشالله خیر باشه. بگو میشنوم. خونم گفتی دم دری؟ باشه باشه، الان میام. خدا کنه خیر باشه. باز چی شده؟ چی بشه؟ اون محمد احمق کار خودشو کرده، ولی این دفعه کاری کرده که اصلا قابل بخشش نیست. درست حرف بزن جاری جون، وگرنه خیلی بد میشه. اگه تو پسرتو مثل آدم بزرگ میکردی امروز اصلا این اتفاق نمیافتاد. اون کجاست؟ میگم محمد کجاست؟ محمد؟ این کادوها مال توه دخترم. کادویی که داده میشه پس گرفته نمیشه. خاله ملاحت، قیمت اینا خیلی زیاده. لطفاً، خیلی ازتون ممنونم ولی نمیتونم بگیرم. بعدش هم من اینا رو کجا بپوشم؟ وقتی میایم برای اوزان خواستگاریت کنیم اون موقع بپوش. خاله ملاحت، لطفاً. لطفاً دیگه از این حرفا نزن. ببین دخترم، اصلا نگو که اون یاشار دیوونه رو دوست داری. باورم نمیشه. هر کی باور کنه من باور نمیکنم. کمرو میشه یه لحظه بیای؟ باید یکم حرف بزنیم. اوزان بابات خونه است. یه وقت درد سر درست نشه. اون پایینه نگران نباش، بالا نمیاد. یه موضوعی هست که باید راجع بهش حرف بزنیم. شما هنوزم حرفتون تموم نشده؟ این دیگه چه وضعشه؟ یال دختر جون پاشو برین حرفتون رو بزنین. پاشو دیگه، پاشو. آه نهان، باز چه خبر شده؟ چرا مثل دشمنا به خونه ما حمله کردین؟ باز چه خبر شده؟ چی شده؟ باز محمد چی کار کرده؟
بهش بگو بیاد خودش تعریف کنه. اصلا زبونم نمیچرخه بخوام این اتفاقات رو تعریف کنم. فهمیدی؟ منظورت چیه؟ بازم به آیدا چیزی گفته؟ محمد بازم کاری کرده باها دخترم ها؟ حرف بزن دیگه آیدا. موضوع آیدا نیست، موضوع دیمت. پسر تو به دیمت یه پیشنهاد خیلی بی‌شرمانه داده. چی؟ به دیمت چه پیشنهاد بی‌شرمانه بهش داده؟ چی داری میگی؟ مزخرف نگو. متاسفانه درسته. فیلم این کارشم پیشمون هست. دعا کن تیومان چیزی نفهمه. کدوم فیلمو میگی؟ چه پیشنهادی؟ چی داری میگی؟ دیمت دخترم فیلمو بهش نشون بده. خب نمیتونم صداشو بشنوم. چه پیشنهادی داده؟ چی داری میگی قدریه؟ نمیبینی چه اتفاقی افتاد؟ ببین محمد نزدیک این دختره شده، دختره رو بوسید، دختره سعی کرده فرار کنه. این چه کار زشتیه؟ دخترم محمد به چیزی گفته؟ چجوری اتفاق افتاد؟ هنوزم خودتو به نفهمی میزنی. آره دمت صمیمیترین دوست آیداست. محمد وقتی آیدا بهش رو نداده رفته سمت دمت، حتما یه نقشه جدید داره. آه چرا سر و صدا میکنین؟ آیدا؟ دمت؟ نهان اینجا چه خبره؟ کجاست؟ اوزانم نیست. اینا کجان؟ ای بابا، کمرو تو اتاق داره لباسه منو جمع میکنه. من چه میدونم اوزان کجاست؟ کمرو، اون لباسا رو باید پایین بچینی دخترم. عجیبه، یعنی کمرو خانمم به یه دردی میخوره؟ عمو حمید میشه یه لحظه با من بیاین؟ یه عکس دانلود کردم که فکر میکنم به آشپزخونه کافه خیلی بیاد. میخوام نشونتون بدم. تو عالی هستی دخترم. پسر من باید از تو خیلی چیز یاد بگیره. به درد نخوره. بابام تو یه دقیقه کلی بهمون بعد بیراه گفت. ولی اون خیلی دوست داره. و از من متنفره. بابات از من خوشش نمیاد. ولی خب صدفو خیلی دوست داره. اون قبلا از صدفم خوشش نمیومد. تو تازه به این خونه اومدی. فعلا این حرف اصلا مهم نیست. موضوع ما یه چیز دیگه است. کمرو تو کجایی؟ کمرو؟ سب کن، ما باید حرف بزنیم. اوزان کمرو، فاطمه داره هی بهت زنگ میزنه، فکر کنم یه خبریه. تو کجایی؟ اگه بوسه چیزی شده باشه ها؟ وای خدای من، من اینجا مبجی صفیه. کمرو؟ اون هیچ تقصیری نداره آبجی صفیه، من گفتم. فقط میخواستیم با هم حرف بزنیم. نه، باز کمرو خانم جواب نمیده. ولی بیاد، حتما حالش جا میارم. آقا همه چی چیزایی که به هم نگفت. دخترم، من چی کار کردم که اینا رو شنیدم؟
کمرو باید عقلشو به کار بندازه و دو تا چهار تا کنه. مامان تو به نظرم بهتره زیاده روی نکنی. یعنی اینقدر به کمرو سخت نگیر، بیشتر از این نمیخوام از یاشار دور بشه. نه ترس، من یه نقشه خفن دارم. آی این آقا حمید مثل شیر میمونه. نگاه چجوری مواظب خانوادشه. خدا به همه شوهر و پدری مثل اون بده. خیلی عصبانی شده بود، داد و بیداد میکرد. من مونده بودم چی بگم. من از حال رفتم. تو چجوری جلوی اون از حال رفتی؟ به هر حال اینو بعدنم میتونی تعریف کنی. خب به هم بگو نقشه چیه؟ اومدن آقا حمید به اینجا رو میتونم به خوبی بهونه کنم. چطور؟ میگم تو و یاشار رو زبون مردم افتادی. میگم تو این محله دیگه آبرو نداریم. میگم تنها راه حل این مشکل ازدواج تو با یاشاره. خب کاش که جوری که تو میگی بشه مامان. خدا کنه این زحماتی که کشیدیم حیف نشه. ولی نه، اگه کمرو قبول نکرد چی؟ حالا بذار کمرو خانم بیاد، بعد میبینی که قبول میکنه یا نه. من مجبورش میکنم. اون با یاشار ازدواج میکنه، تموم شد و رفت.